منابع مالی در ولایت پنجشیر از جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در این ولایت خبر میدن. منابع روز شنبه پنج سنبله در صحبت با روزنامه اشت صبح گفتند که سیلاب در برخی نقاط این ولایت روز گذشته سرازیر شده و تا کنون ادامه دارد. و گفته این منابع این سیلاب ها در کنار وارد کردن خسارات انگفت مالی راه های مواصلاتی را نیز در برخی نقاط پنجشیر مسدود ساخته است. این منابع می افزایند که سیلاب های اخیر در این ولایت دسترسی شهروندان به جاده های مواصلاتی را قطع کرده و چندین پل را نیز تخریب کرده است. از سوی دیگر منابع می گویند که در پی بارندگی شدید و وقوع سیلاب ها 321 تن در ننگرهار و لغمان که در میان سیلاب گیر مانده بودند نجات یافتند. منابع در ننگرهار روز جمعه 4 سنبله می گویند که ده ها تن در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی کامه و مومندره این ولایت گیر افتاده بودند. به گفته منابع 55 خانواده شامل زنان و کودکان در میان رودخانه کنر گیر مانده بودند که از سوی نیروهای اوایی نجات پیدا کردند. در همین حال منابع محلی در پکتیا می گویند که در اثر بارش سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی متاخان این ولایت چندین خانه مسکونی و ده ها جریب زمین زراعتی تخریب شده است. منابع روز شنبه پنجم سنبله می گویند که سیلاب های سنگین شب گذشته 20 باب منزل مسکونی را در روستای شنگ ولسوالی متاخان به گونه کامل تخریب کرده است. این منابع می افزایند که تمام اشیا و اجناس حدود 20 خانواده زیر آوار شده و خودشان نیز بی‌سرپناه شدند.